آقای کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان رأی اول است و میخواهم شایعه کنند، همانطور که در دوم خرداد شایعه کردند که بنویسید خاتمی بخوانید ناطق، امروز هم در سه روز آخر انتخابات دنبال این هستند که در جامعه این شایعه رو پخش کنند که رأی اول کاندیدای ماست و اگر آقای احمدی نژاد پیروز شود قطعاً در انتخابات تقلب شده است. این پروژه جنگ روانی اصلاح طلبان است. اما من اینجا میخواهم به شما بگویم کسانی که آمدند کمیته صیانت از آرا رو تشکیل دادند محتمل بودن تقلب گسترده انتخاباتی در انتخابات پیش رو مطرح می کنند، خودشان متقلب‌ترین برگزار کنندگان انتخابات بودند. کمیته صیانت از آرا در کل دنیا وجود داره. همه کسایی که شرکت میکنن، همه نامزدها وظیفه‌شون اینه که از آرای مردمی که بهشون میدن صیانت کنن. همه مردمی هم که رأی میدن وظیفه‌شون اینه که از این صیانت کنن. حالا یه وقتی بعضی جاها با چالش مواجه میشه، این کمیته پررنگ میشه. توجه میکنید این فرض کن پولیس که شما تو جیبتون دارید همیشه صیانت میکنید که کسی اونو نزنه. حالا یه وقتی میرید توی جامعه که یه مقداری مثلا امنیتش کمتره، جیب بر بیشتره، خب یه مقدار دقت بیشتری هم تو حفظ اون میکنید. بنابراین این به معنای دقیقش وجود داره. اتفاقا نهادهای نظارتی اگر چنانچه صداقتی درشون وجود داره، اعتماد به نفس به کارشون دارن، باید از این دفاع کنن، نه اینکه ناراحت بشن که چرا حالا میخواید کمیته صیانت از آرا را بندازید. خب چرا را نندازن؟ سه‌شنبه 18 خرداد 1380 سید جلال ساداتیان را معرفی کرد. علی احمدی نماینده محسن رضایی شد و علی اصغر زارعی نایب محمود احمدی نژاد. روز انتخابات نمایندگان هر چهار نامزد حضور داشتند و بر جزئیات کاری که ما داشتیم اینجا در ستاد نظارت انتخابات اونها هم ملاحظه میکردن، مشاهده میکردن. ما کل استانها رو به 8 گروه به 8 منطقه اصطلاح کردیم. برابر اطلاعاتی که ما از ستادها رو داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست. این علارقم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون رو برو با حمله به ستادهای خودمون رو برو با معطل کردن تعرفه ها رو برو بودیم. در بسیاری از شهرها تعرفه ها علارغم که تعداد بسیار زیادی تعرفه چاپ شده بود، عملا در جاهای رأی‌گیری مردم مواجه با این مسئله شدن که تعریفه وجود نداره. از جمله تبریز، از جمله اصفهان، از جمله شیراز، بسیار از شهرهای دیگه. شورای نگهبان با توجه به طرفداریش از یک نامزد از اون حالت بی‌طرفی خارج شده و لذا صلاحیت نظارت بر انتخابات مخصوص شورای نگهبان بی‌طرف و بی‌غرض است، نه شورای نگهبانی که طرفدار یکی از نامزدهاست. چون امکانات فکس و تلفن و نمیدونم امکانات ارتباطی کامل در اختیارشون بود، همه گزارش هایی که از تخلفات و مسائل پیرامون انتخاب بود رو مستقیما به ما میداد. ما رو نمیذاشتن سر وقت اطلاع پیدا بکنیم فوراً کجا دارن چه کارهایی انجام دادن، چون تمام تماسامون رو قطع کرده بودن. ولی نبود که ما اطلاع پیدا نکنیم ساعت 11 شب که دیگه اطلاع بشیم. ممکنه ساعت 2 ظهر از اتفاقی که ساعت 1 اتفاق افتاده بود بی اطلاع باشیم، ولی ساعت 11 مطلع بودیم.
آج می‌فرمایید. خب اینی که شما بخواید بگین که ما آمدیم آرا رو شمردیم دونه دونه همه دستمون بوده، ارزیابی کردیم، جمع‌بندی کردیم به رقم مثلا 62% و نمی‌دونم فلان، خب این که اتفاق نیفتاده. و ما بسیاری از اینها رو همون روز اول، یعنی روز رأی‌گیری بررسی می‌کردیم از طریق دفاترمون، نتیجهش رو هم همون روز مستقیما در اختیار اینها قرار میدیم. مثلا اینکه نماینده آقای محسن و آقای محمد حسین احمدی بوده که تو فرمانده همتون حضور داره با حضور خود فرمانده، و آقای علی خاطری باز نماینده آقای محسن در هیئت اجرایی حضور پیدا کرد و خبرنگاران مصاحبه کردن و مصاحبه در اختیارشون قرار داد. مشکل هر شده بله دیگه اینا رو ما از خدا نمیخوایم. حالا علتی که اونجا مصاحبه شده برای همین داستان نمیخوام دنبال چیز نیستیم. معمولا دستگاه نظارتی کسی رو نمیپذیرن، معمولا دستگاه اجرایی هستن که کسانی رو دعوت میکنن برای نظارت. ما خودمون دستگاه نظارتی هستیم. ما سه نوع طبقه‌بندی میتونیم بکنیم. انتخاباتی که در اون امور نامعقول و نامعمول وجود داره، انتخابات که همراه با تقلبه، انتخاباتی که مهندسی شده است، انتخاباتی که رخ داده هم تقلب درش بوده هم مهندسی شده. خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100,000، 500,000، 1,000,000. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11,000,000 رو چجور میشه تقلب کرد؟ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخابی، در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه. هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشه، انجام بگیره، کارهای درست بر طبق قانون، اگر واقعا شبهه‌ای هست از راه‌های قانونی. قانون در این زمینه کامله، هیچ اشکالی در قانون نیست. تصور نکنیم که اگر بتوانیم یک روز، دو روز، یک سال، دو سال با این ورانور کردن آراء مردم و ایجاد یک فضای نامطلوب در حاکمیت باقی بمونیم، می توانیم رضایت مردم را حل بکنیم و مشکلات کشور را حل بکنیم. ما باید به خواست مردم احترام بگذاریم. 57,000,000 و نمیدونم چقدر تعرفه چاپ شده. اطلاعاتی که ما داریم 59,600,000 تعرفه، برگ تعرفه چاپ شده، در حالی که شب انتخابات باز یک فقره دیگه چاپ شده بدون سریال، اینجوری که اطلاع به ما رسیده 12,000,000 برگ تعرفه دیگر چاپ شده. شما بحث تعرفه ها رو دارید مطرح میکنید، خب ما نه این اطلاعات رو نداریم که شما میفرمایید یه 59,600,000 تا تعرفه چاپ شده است، شب انتخابات باز 12,000,000 چاپ شده است. اینا خب یه ادعای عجیب و غریبی است که باید مستند بشه، واقعا باید روشن بشه. اجازه بدید، باید آیا قاضی میتونه بدون مستندات نظر بده؟ آقای امیری توضیح میدن بعد که به عنوان قاضی هم هستن، آیا میتونه بشینه اونجا بگه هرچی که من حد میزنم درسته؟ باید بررسی بکنه، ببینه اسناد و مدارکی هست. به هر صورت ما راهکار بنده، یعنی راهکار آقای پیشنهاد ستاد آقای کروبی اینه که کل انتخابات
مورد خدشه هست، کل انتخابات باید باطل بشه، هم در صلاحیت آقای احمدی نژاد. بله ما پیشنهادمونه، حالا شما نکنید، ما برای حداقل تاریخ اینا رو میگیم. بعد از این جلسه هم به دیدار حضرت آیت الله خامنه ای رفتند. جلسه بسیار صمیمانه بود با رهبر بزرگوار انقلاب و جلسه بسیار هم صمیمی بود و هم مباحث بسیار روشن و شفاف بیان شد. علتش همین بود که مقام معظم رهبری وقتی که تشریف فرما شدن در اون جلسه، خودشون رسان اعلام فرمودن که این جلسه رو من نمیخوام یک جلسه رسمی باشه، یک جلسه کاملا آزاد بدونید و هر بحثی رو که دارید مطرح بکنید. به دیدار مراجع تقلید و علمای حوزه رفتند تا شبهات احتمالی ایشان را رفع کنند. با توجه به استقبال گسترده مردم کم بوده تعرفه رو داشته باشیم. پیگیری کردیم از طریق وزارت کشور قرار شد که از اون ذخایرش که در انبارها از سریعا ارسال بکنه و حتی ما بهشون گفتن اگه لازم شد چاپ بکنیم دوباره تعرفه. که به نظر من از اول تقریبا ظهر روز جمعه دوچار یه بحران شد. ببینید، روال این بوده که همیشه وزارت کشور میدونه که در هر حوزه‌ای چند نفر باید رأی بدن. بر اساس آمار 20% بیشتر از تعداد رأی دهندگان تعرفه میفرستن. تو بعضی از شهرهای بزرگ از ظهر گفتن که تعرفه کم آمده. خب این خیلی بحث عجیبی بود، یعنی این که بالاخره اگه مثلا نزدیک غروب بود، اگه یه جایی دور افتاده بود، یه جایی مثلا طبیعتا نباید ما توی شهرهای بزرگمون که جمعیتش مشخصه و تعداد تعرفه به اون اندازه هست که حالا جابجا بکنن کاری انجام بدن. تقریبا ما از ظهر که توی ستاد انتخابات بودیم تا آخر وقت رأی‌گیری از همه جا تحت فشار بودیم که آقا از جاهای مختلف، حالا همه جایی که من بگم یعنی شاید بدون مبالغه ده ها تلفن متوالیان که آقا تعرفه کم اومده و اقدامی هم نمیشه. در خصوص ساعت رأی هم ما خب معمولا چند ساعت اضافه میشه، از ساعت 6 بعد از ظهر میگذره تا ساعت 10 شب که خب تمدید رسمی شد همه کشور. اما علاوه بر اون هم گفته شد که هر جایی که مراجعه کننده وجود داره اون شعب تا آخرین نفر رأیشون وقت ما مراکزی برای رأی‌گیری داشتیم که حتی علارغم اون چیزهایی که در صدا و سیما اعلام میشد که مثل تمدید شد، اونها توصیه میشد که زودتر این مراکز رو تأخیر بکنند. افراد بسیار زیادی که پشت درها موندن و هنوز هم هستن و نمیتوانند خود جناب آقای مستری حدود ما 46,000 صندوق داشتیم، حدود 40,000 نفر نماینده معرفی کردن. آقای احمد نژاد حدود 33,000 نماینده معرفی کردن. آقای رضایی حدود نزدیک 6,000 5,000 خوبی هست و آقای کروبی هم حدود 3,000. ما در تهران اصلا در ستاد انتخابات آقای کروبی تقریبا نتونستیم نظارتی رو برقرار کنیم. 3000 و نزدیک 4000 تا صندوق بود، ما فقط 150 نفر تونستیم ناظر سر صندوق ها بفرستیم. بدای موسوی 40000 نفر داشتن ناظر. و 40000 نفر در سطح کشور بود، اونام در تهران باز نقص داشت کارشون و 70 تا صندوق ظاهرا ناظر نداشتن. 250 تا اونجایی که من میدونم. ولی مهم اینه که خیلی از این نوزا شکایت داشتن که به نوعی با اینها یا مثلا برخوردهای منفی میشده یا اینکه احیانا اینا رو موقع پلم کردن صندوق ها حضور در پای صندوق نداشتن که اینا یه مقداری به هر حال شبهه برانگیزی میتونه داشته باشه، یا مثلا اینا رو درست نمیذاشتن نظارت بکنن موقع شمارش درست نتونن. ما خودمون یعنی در موقع تجمیع آرا که باید ناظرین ما رو دعوت هم کردن، آقای سلطانی فر، آقایون دیگه‌ای که از ستاد آقای موسوی بودن، اینا یه صورت جلسه کردن. هر سه نفر تقریبا ساعت 10 شب تا 12 شب اومدن بیرون، چون هیچ در واقع تو جریان کار انتخابات قرار نمی گرفتن. اکثرا اونهایی که
معرفی شدن سر موعد حاضر بودن. برخی از اینها مثلا دیر اومدن و صبح خوب ساعت قبل از شش اینها آماده بودن برای اینکه صندوق رو کلون بکنن، آماده بکنن. آقا مثلا ساعت ده صبح اومده یا بعد از ظهر مثلا ساعت دو رها کرده رفته. ما یک سیستمی طراحی کرده بودیم که نمایندگان ما سر صندوق ها و هیئت های اجرایی به وسیله SMS تخلفات رو به ما گزارش بدن تا ما بتوانیم جلوی این تخلفات رو بگیریم. من این رو در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردم که طبق خبرهایی که ما از درون وزارت ارتباطات داریم، بنای وزارت ارتباطات و دولت در این است که سیستم رایانه و SMS رو در روز انتخابات و روز قبل از انتخابات قطع کنه و اخلال ایجاد بکنه. روز بعدش هم وزارت کشور این رو تکذیب کرد و هم وزارت ارتباطات و اعلام کردن که اصلا امکان ندارد که این سیستم مختل بشه و قطع بشه. ولی روز 21 خرداد و روز قبل از برگزاری انتخابات ما مشاهده کردیم که تمام سیستم SMS ما رو قطع کردن. سومین اقدامی که شورای نگهبان در فاصله تمدید مهلت 5 انجام داد، تشکیل کمیته 6 بود مرکب از شخصیت‌های مختلف سیاسی برای رسیدگی به اعتراضات. معتمدین یک دست، شورای نگهبان یک دست و همه طرفدار یک نامزد. اگر چنانچه نمایندگان نامزدها می اومدن توی این هیئت‌های اجرایی می نشستن، شما نمی تونستید خلاف قانون بکنید. در اینجا آنچه که می تواند اطمینان بخش باشه و تا حدود زیادی احساس اجرای عدالت رو در طرف نجات بکنه این هستش که نهادهای حل اختلاف بی‌طرفی باشن که بتوانند به مسئله رسیدگی بکنن به اعتراضات و پاسخ رو ارائه بکنن. البته ممکن است که ما همیشه یک درصدی ایراد نسبت به بی‌طرفی نهادهای حل اختلاف داشته باشیم، یعنی کاملا اونا رو بی‌طرف ندونیم، اما از یه جا بعد وقتی بی‌طرفی کاملا آشکار و واضح میشه، اساسا نهاد حل اختلاف چون بی‌طرف نیست، برابر این مشروعیت ندارد، موجب می شود که کل ماجرا یک علامت سوال درش قرار بگیره، در نتیجه کل ماجرا نامشروع جلوه بکنه. من می خواهم اینجوری سوال مطرح بکنم که ببین در موارد این چنینی آن کسی که مدعی صحت انتخابات هست باید به گونه عمل بکنه و تمام ادله لازم رو ارائه بکنه تا ثابت بکنه انتخابات بدون تقلب صورت گرفته، در صورتی که هرگز حاضر به چنین کاری نشدن. ما ازشون درخواست شد در همون ابتدا که آقا یک هیئت حل اختلاف بی‌طرف تعیین بکنه. هرگز به هیئت حل اختلاف بی‌طرف تندر ندادن، چون گفتن شورای نگهبان هست. شورای نگهبان عدم بی‌طرفیش برای همه روشن و واضح بود، یک نهاد حد اختلافی است که به جهت جانبداری مشخص معینش خودش منشأ اختلافه. روز جمعه جلسه تشکیل شد، قرار شد که در اون جلسه هیئت ویژه با ترکیب همه اعضایی که من عرض کردم خدمتون، در پایان قرار شد که نامه تنظیم بشه. دو نامه، یکی برای جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و نامه دیگری هم برای جناب چطلستان و المسلمین حاجی کروبی ارسال شد و از اونها بخواند که نمایندگانی تعیین کنند که با این هیئت همکاری کنند. فقط حرف ما این بود که اگه ما این رسیدگی رو در غیاب نمایندگان مورد اعتماد معترضان بکنیم، باز فردا میگن که خب خودشون بریدن، خودشون هم دوختن. ما گفتیم تقلب شده، اونا هم گفتن ما رسیدگی کردیم تقلب نشده. پس این هیچ رو ثابت نمی کنه. باز اگر شبهی ولو اندک در ارتباط با این هیئت بود، خب این شبهه برطرف می شد با حضور خود آقایون و حضور نمایندگان آقایون و مسئله تا آخر پیگیری می شد. حتی اعتراضاتی کردیم یا ما اعتراضی نشده،
یوقو حداقل خود ما اینقدر اعتراض نوشتیم فرستادیم یا نه اعتراضی نیومده. ببینید من خودم اعتراض نوشتم فرستادم دیگه، اینقدر بود حداقل. حالا چون اینقدر بیشتر بوده، حالا شما آچار حساب نکنید، من یه جا بوده دیگه، چون خب برها برگ خورده و زمینه داره ذره بیشتره، مثلا ممکنه هر یه دونه اعتراضم 3-4 برگ زمینه داره، ولی حداقل الان یادم نیست، ولی شاید که یعنی آمارش هست بدن میتونیم داریم، شاید بیش از 80 تا رو بگیم 80، حداقل 80 تا خود ما فرستدیم. آمین اصلا نفرستدی چیزی. روز چهارم از اون 5 روز بعد از ظهر اون روز یکی از دوستان، حالا اگر مشکلی هم نباشه، جناب آقای محمدی در واقع مراجعه کردن، گفتن که من رفتم صحبت کردم با آقای موسوی. آقای محمدی به بنده فرمودن که بعد از این دیدار از دفتر آقای مهندس موسوی با ایشون تماس میگیرن، اطلاع میدن که آقای مهندس شخصا با حاجی محتشمی صحبت کردن و شما با ایشون جلسه ای رو داشته باشید. ایشون 4 تا شرط رو داشتن که اگر این 4 شرط انجام بشه، محقق بشه، حاضرن از چه انتخابات رو بپذیرن. یکی از بندها این بود که میزان دقیق تعرفه های چاپ شده را شورای محترم نگهبان تعیین نماید و میزان تعرفه مازاد در اختیار هیئت مورد اعتماد قرار گیرد. الف به کلیه تهبرگ ها که حاوی مشخصات رای دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد. تمام این تهبرگ ها. پیشنهاد دیگرشون این بود که 1/3 صندوق های سیار و معادل با کسری از آن، مثلا 20% از صندوق های ثابت به صورت تصادفی محتوای آن مورد بررسی قرار بگیره. پیشنهاد دیگه این بود که صندوق های بعضی از استان ها که آرای اونها بیش از واجدین شرایط هست، بله، مثل استان یزد و مازندران بازشماری گردن. من در جلسه عرض کردم که این کاری که پیشنهاد شده است یک کار در واقع سنگینی است و بیشتر از یک روز و اینها وقت میگیره از ما. با این حال باشه، اشکال نداره، ما اگر در ایشون بپذیرد نتیجه انتخابات رو، حاضریم که تمام تلاشمون رو داشته باشیم برای این یک روز باقی مانده همه نیروها رو بسیج میکنه. ممکنه شما الان تعداد صندوقایی که بخواید روش اشکال بگیرید به اندازه کافی نباشه که بخواید بگید تو نتیجه انتخابات اثر میگذاره. البته این من خودم شخصا به دلیل این میدونم این رو که دولت بسیار در اجرای انتخابات بسته عمل کرد و جلوی کار نظارت ها رو در خیلی از مقاطع گرفت، به طوری که میتونست همین نتیجه باشه ولی با نظارت. مثلا تقریبا ما در تهران اصلا در ستاد انتخابات آقای کروبی تقریبا نتونستیم نظارتی رو برقرار کنیم. 3000 و نزدیک 4000 تا صندوق بود، ما فقط 150 نفر تونستیم ناظر سر صندوق ها بفرستیم. بود آقای موسوی 40000 نفر داشتن ناظر، آقای 40000 نفر در سطح کشور بود، اونام در تهران باز نقص داشت کارشون و 70 تا صندوق ظاهرن ناظر نداشتن، 250 تا اونجایی که من میدونم. ولی مهم اینه که خیلی از این نظار شکایت داشتن که به نوعی با اینها یا مثلا برخوردهای منفی میشده یا اینکه احیانا اینا رو موقع پلم کردن صندوق ها حضور در پای صندوق نداشتن، که اینا یه مقداری به هر حال شبهه برانگیزی میتونه داشته باشه، یا مثلا اینا رو درست نمیذاشتن نظارت بکنن موقع شمارش درست نتونن. ما خودمون یعنی در موقع تجمیع آرا که باید ناظرین ما رو دعوت هم کردن، آقای سلطانی فر، آقایان دیگه ای که از ستاد آقای موسوی بودن، اینا یه صورت جلسه کردن، هر سه نفر تقریبا ساعت 10-11 شب نه 12 شب اومدن بیرون، چون هیچ در واقع تو جریان کار انتخابات قرار نمی گرفتن. بذار ما اصلا نمیدونیم واقعا، من حالا بازشماری و اینها رو نمیدونم گفتن شورای نگهبان انجام میدن یا فلان، ولی اولا بازشماری که حالا اون کسانی که اگر مشکوک به هر حال فضای اجرایی و فضای وزارت کشور و اینها باشن، صندوقی که مثلا در 15 روز ازش گذشته هر اتفاقی میتونه توش
باششون دیگه ناظری کسی که در اونجا نیست که. شورای نگهبان هم بعد از اتمام حجت از عدم همکاری نامزدهای معترض دستور بازشماری 10% از کل صندوق‌ها را صادر می‌کند. نهایتاً آرا در حضور معتمدین محلی و در مقابل دوربین‌ها شمارش می‌شود و سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم اثبات می‌شود. اون چیزی که من نمیخوام اینجا خدمت شما خبرنگاران عزیز عرض بکنم، ما همه اینها رو تخلف میدانیم و بنده این تخلفات رو به پشتیبانی مردم پیگیری خواهم کرد و دست بر نخواهم. ما از این راهی که شروع کرده ایم به عقب بر نخواهیم گرفت. در عهده ما و وظیفه ما که از این امانتی که در دست ما حمایت بکنیم و اون رو حفظ بکنیم و این از اون چیزهایی نیست که ما بتوانیم در اون راهی برای برگشت به عقب داشته باشیم. تنها وسیله ما ارتباط با مردم هست، آگاهی دادن به مردم هست و گفتن به مردم که چه گذشته است. من یقین دارم که وجدان مردم، شناخت آنها، خود تجربه امروز آنها بهترین گواه خواهد بود که دولت در این زمینه آیا صادقانه عمل می‌کنه یا نه.